شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایی. الو سلام آقای دکتر. سلام بفرمایی. حالتون خوبه؟ من در مورد پسر 10 سالم میخواستم صحبت کنم. فرزند دیگه ای داری؟ نه همین یه دونه هست، به دلیل اینکه ما یعنی مهمترین دلیلش این بود که ریلیشنشیپ خوبی نداشتیم، که البته شوهرم مثلا اینو قبول نداره. بعد و من تریمستر اول بچه ها به این میرفتن، دوتا میسکرش داشتم متاسفانه و جراحی میکردم که زیر بار این جراحی به همون دلیل نرفتم. شما هر دو چند سالتون عزیز؟ من 48 سالمه، همسرم 10 سال از من بزرگتره، من همسر دوم ایشون هستم و در واقع این یه دونه بچه رو ما توی ایران نامزد کردیم و امریکا ازدواج کردیم و هم یه دونه فرزند رو. ایشون از ازدواج قبلی بچه ای ندارن؟ نه و بعد از سالها. شما بنابراین 10 سال هم هست که امریکا هستی؟ بله بله. چه مدت؟ 11. چه مدتی هم دیگر میشناختید ازدواج کردید؟ ما توی ایران حدوداً میشد 2 ماه توی ایران هم دیگر رو شناختیم، 1.5 ماه و امریکا اومدم. من با فیانسه ویزا و 3 ماه اینجا با هم بودیم و بعد از 3 ماه در واقع ما ازدواج کردیم. هر دو چی خوندید چه میکنید؟ من آرت خوندم، ایشون مهندس هستن. مخصوصون از آرت چیه؟ من مینیاتور کار میکردم تو ایران، تدریس میکردم و همون رو اینجا البته ادامه ندادم و الان من سفال سرامیک کار میکنم هم تو کالج، یعنی خودم کار میکنم فقط بعد این که تکنیک های جدید رو کار کنم و دستم در واقع را بیفته بیشتر از این که. آیا درآمدی هم از این طریق داری؟ نه به این وجه، ولی موقعیت مالی خوبی داریم، خونه زندگی خوبی داریم و مشکلی از اون بابت نداریم. بسیار خوب. برای چی لطف کردید به خاطر پسر 10 ساله تلفن کنید جان؟ بله، پسر من در واقع مشکلی که ما باهاش داریم اینه که من این مدت در واقع دارم فکر میکنم میبینم که این از یه چیزی خیلی خوشحال میشه، خیلی بالا پایین میپره، ولی یه دفعه هم از یه چیز خیلی ناراحت میشه، داد میزنه منو دوست ندارین، اگر یه گیمی میخواد که براش نمیخرین، داد و بیداد میکنه، شما منو لاب نمیکنین، عصبانی میشه و فقط هم که این گیما رو دوست داره و وقتی هم که میدونه که در نهایت پدرش باید اجازه بده، گیما معمولا گیما گرونی هم هستن، میره خیلی خیلی برای سال و چیزهای مختلف گیمای مختلف خریدیم که دوست داره بازی میکنه، آنلاین با دوستاش بازی میکنه، همه پای کامپیوتر هم خونه هاشون دیگه سیستم اینجا رو دیگه میدونی و بلندی میشه ساعتها و دائم هم هی اونا یه چیز جدید میگیرن، اینم دقیقا اگزکتلی مثل هم اونا رو میخواد، در این اینکه احساس میکنه اگه نداشته باشه براش بده، اونا دیگه باستوس نخواهند بود، میگه که من با دوستان بازی میخوام بکنم و منم میدونم که باید براش دوست بخرم طبق گفته شما بیاریم، میگه نه من نمیخوام دوست ندارم، خیلی خیلی بچه ها رو نمیخواد باهاشون تایم بیرون بذاره بازی کنه، بخواد که دوست داره همش بشینه کار کامپیوتر براش تایم میذاریم، این تایمو میگه الان پا میشم تا اینکه بلندش میکنی با گرگر و داد و بیداد بلند میشه، بعد باباش میگه، باباش یکی دوبار میگه باشه یکی دو تا برش اگه بخره دفعه سوم اگر میره و خلاص داد و بیداد و آی هی دادی نمیدونم هی دازنت لاو می، خلاص از این صحبت ها. خب باباش هم یه موقع باباش تون صحبت میکنه، میگه من بابا دادی نایس حرف زدم، دادی با من مینه، آی هیت هیم، آی هیت مایسلف، آی هیت مای لایف. خب شما آخه با حرفایی که میزنید که با ندونم کاری بچه رو از بادر رو برد خانم. شما یه دونه بچه داشتید و قرار بوده تمام وقت آزادش رو با دوستاش پر کنید، ولی اونم درگیر فعالیت ورزشی و یه مقدار روابط اجتماعی، نه اینکه بشه بازی کنه. شما که مر... نه دیگه بشه دست شماست عزیز. شما اگر نمیدونم کجا زندگی میکنید، اگر میبردیدش تو مسابقه های بسکتبال و فوتبال و نمیدونم بیسبال امریکایی ها و اونجا مسابقه ها رو میدید و اون جمعیت چند هزار نفره یا چندین هزار نفره رو و بعدم تیما رو درست میکردید و میبردید و میوردید و بچه ها دوستش میکردید، الان داشت سگدو میزد توی خیابونا. خب این کار که داره بچه رو معتاد میکنه و
گوشه‌گیر و عزلت طلب رو از پا میندازه. بعدم شما نگرانیتون این است که هیت دادی، خب هیت داشته باش تا آخر عمره، هو کیرز؟ اصلا چه اهمیتی داره که کیا دوست داره کیا دوست نداره؟ اون داره از این مانورا استفاده میکنه، شما فکر کنید وای یه چیزی از دست رفت، یکی از عشاق پرید، خب اون که داره مانور میکنه. نه من اصلا به هیچ وجه نگران این موضوع دارم میگه آیه دادی نیستم، من نیستم، نگران خودشم. بسکتبال خیلی ترای کردیم، دوست نداره ولی ساکر رو میره، ولی اونم مثلا دو دفعه میره، دفعه سوم میگم بیا ببریم، نه تو پای گیم نشسته، باز میام بلندش کنم. اصلا شما نباید این گیم رو داشته باشید، شما با اعتیاد روبرو هستید. بله با دوستاش و اون شبکه مطلب چه دوستاش از اینا هستن که صبح دوروب نفس رو گرفتنش هستن. و وقتی میگم دوست خوب بخرید که اینا دوست خوب نیستن، شما دوست بد خریدید، دوست بد خریدید و سایدم گذاشتی در اختیارش با دوستای بد در ارتباط باشه. نه کارتون درست نکردید عزیز، شما که تازه کاری هم به اون صورت نمی کنید، یه دونه بچه داشتید، قرار بوده که او رو از کوچیکی می بردید این ور اون ور که یه موجود اجتماعی بار می آوردید که دو جور سه جور ورزش رو دوست داشته باشه، شبکه ای از دوستان دور و نزدیک داشته باشه برای کارهای مختلف. حالا که خودتون 38 سال تو موده فرزند آوردید که احتمالا دیگه نباید فرزندی هم می آوردید، بعدم تازه کوشش کردید نشده، خب عزیز کارتون رو درست نکرد. من اصلا باورم نمیشه که شما تسلیم یه بچه شدید اون برای شما تسلیم بگیره و الان هم دارید عمل میکنید همون گونه. شما احتیاج به این دارید که یک و شما و همسرتون یه روانشناس خوب پیدا کنید، دوتایی برید یکی دو ساعت و بعد از اون فرزندتون رو درگیر کنید، ستایی برید اونجا. ما رفتیم آقای دوستو بین صحبتتون ببخشید اینترافتتون میکنم، ما صحبت کردیم دو سال رفتیم، بیشتر هم رفتیم، اونم همینطور، اونم در بوده تا داریم میدیم در واقع، اونم همینطور هست و صحبت میکنه، ولی هم شوهرم هم خودم هم اون در واقع اینا اصلا به قول شما تنها به تنهایی که معجزه انجام نمیده، ما هیچ کاری براش نمیکنیم، خودم اینو اعتراف میکنم، هر دو دارو مصرف میکنیم، هم من هم شوهرم برای انگزایتی. اما مشکلی که این وسط هست اینه که در واقع این کامیونیتیت توی خونه کامیونیتیت سالمی نیست، همه با هم با یه نوع یعنی چیز با هم حرف میزنیم، نحوه رابطه گفتگو اصلا خوب نیست، همه انگار به نوعی از هم عصبانی هست. پس برای چی تراپی چی کار کرده برای شما؟ تراپی هیچی، تراپی تنها چیزی رو که من شوهرم همیشه داره به من میگه، میگه که تراپی به من گفته که زن تو همینه، اعتماد به نفسش پایینه، بیبی استپ باید برداره، اون همینه، صحبت رو باید با همین بری جلو. ولی خب خودش خب رو هم من نه آخه این که تراپی نشده. خیلی خب این اون قرار شما دوتا رو با هم ببره، هر دو میبره جلو، ولی کن اون خودش رو قبول داره، خودش رو خیلی فکر میکنه شخصیت درستیه و همه مشکلات از منه. خب آخه ایشون انقدر که شما رو انتخاب کردن همه مشکلات میشه از ایشون. بنابراین من همیشه عرض کردم روزی که شما حداقل عقلتون نمیرسه ایشون که عقل کل اون میرسه، چرا زندگی شده دست شما، چرا بچه شده در دست شما که نابود کنید؟ نه ببینید آخه یه کسی با جلوی این حرفا بیسته، اینا که معنا نداره عزیزم. اینجوری که شما دارید میرید یه بچه گرفتار بیمار درست میکنه، بعدم همه علائم بد و منفی رو معنا میتونم ببینم، بعدم حداقل من امیدم به شما دو نفر بود که اون رو هم منو ناامیدم کردی. من فکر کنم اول روانشناس کدوم ایالت زندگی میکنی؟ من هم کالیفرنیا هستم. کجای کالیفرنیا؟ شما کار خود اینجای کسی رو پیدا کنی کمک دوم رو تعجب میکنم عزیز. خیلی رفتیم پسرم دیگه راضی حال بیان نیست، میگه که بس دیگه چقدر رفتیم، همینه که هست و در صورتی که خودش هم من خودش رو یه شخصیت عصبانی میدونم، میگم قبول نداره، یه شخصیت خودشیفته است، وسواس داره و همین باعث میشه که اصلا کلن صحبت کردن ما تو خونه خیلی از صحبت های محاوره‌ای چیز دیگه نیست. اگر یه ذره با هم صحبت ها جدی تر بشه، داد و بیدادیه که رفته هوا. من از اون بابت خیلی نگرانم که متاسفانه خیلی هم رعایت نمی‌کنیم که حالا این نکسته داره داد میزنه یا من دارم داد میزنم.
زندگی خوبی، یعنی ریلیشنشیپ خوبی نیست. من ناراحت از این موضوع هستم که تمام این ناراحتی ها و مشکلات روی اونه فشارش، و خب بعد بیدادای آنچنانی که سر اون یا سر من میکنه حوار میزنه، اونا اصلا تعاملشو نمیتونم بکنم و میاد میگه که تو درگیر عصبانی کردی، داره داد میزنه، چرا دارن از سر من حوار میزنه، داد بیداد میکنه. میگم مامانجا من کاری نکردم. مطمئن میاد میبینه که این زیادش از سر کامپیوتر یهو داد میکنه. دو سه هفته پیش بود که من دیگه واقعا احساس میکردم داره نعره میکشه سر این کامپیوتر، برداشت و پرت کرد اون برو، اون وسایل دورورش رو پرت کرد این برو، بسه که حرف ناجور بزنه به من یا به اون، به من که هیچ البته اون رای درستش نیست، ولی کامپیوتر دشمن شماست عزیز، شما آوردید بدترین رو گذاشته تو خونه. بله اشکال کار کامپیوتر همینه دیگه، از یه طرف بهترین بهترین هاست و از جانب دیگه بدترین بدترین ها. یه کار نیست بابا، اون باباش هم داره میبینه که دائم سرش از توی لپتاپ یا توی تلفنش یا توی کامپیوتر، خب کارهای خودش انجام میده. گاهی اوقات هم نه، داره همینطوری وقتی سلام میکنم به شماها پای این من شده نباشم، من دوستامو از دست میدم و نگران همین هم هست. نه اونو میفهمم، یعنی فرزند شما خب یه عادت و اعتیادی داره دیگه، ما فقط متاسفانه متوجه نیستیم که عادت و اعتیاد به اینترنت و این بازی ها مثل همون عادت و اعتیاد به هروئین و کوکائینه و پایانش هم به همون اندازه بده. ما با یه بحران تازه‌ای تو این زمینه روبرو هستیم، به همین دلیل که اون همه خواهش من از پدر مادرها این است که بچه ها رو درگیر ورزش کنید، اونم مثلا دوستانی که تو امریکا هستن، این همه امکانات ورزشی از محیط‌های باز و رایگان تا محیط‌های بسته با برنامه همه جا هست، یعنی هیچ کس نمیتونه بگه اینجا دور بر من کسی نیست. و بهترم این است که ما بچه‌های ایرانی که اینجا دارن بزرگ میشن تو محیط امریکایی و با بازی‌های امریکایی آشنا بشن، و یا حتی همون ساکر یا بسکتبال یا هر چیز دیگه‌ای که معمولاً بچه‌ها دارن، نه ورزش‌های فردی مثل تنیس و شنا، اونا برای سلامتیشون خوبه، ولی درگیر ورزش های جمعی و دست جمعی شون شما چاره ای ندارید عزیز. ولی از این راه بدید یه بچه بیمار گرفتار خواهید داشت، پایانش هم اعتیاد، پایانش هم خطرهای دیگه است، بعدم شما دو تا هم با هم عصبانی میشید، ولی که کسی نتونسته کمکتون کنه. روانشناس خوبی نداشته عزیز، نمیدونم کی هستن، اسمشون هم حتما نمیبرید، عوضشون کنن، و بعد اگر ایشون هم نمیان خودتون برید عزیز. شما یکی حداقل باید از اینجا راه رو پیدا کنه، و الا در چاه، در چاهی. مثلا تعجب میکنم ما قرن 21 تو امریکا باشیم، تو اورنج کانتی نشسته باشیم، بعد بچه برای خودش اون راه رو بره، شما دو تا این راه رو. من خیلی سعی خودم رو کردم دستگاهی دیگر رو ورزش کنم، این کامپیوتر رو دیگه، این یعنی تنها چیزی نه. آخه داستان ماجرای سعی نیست، ماجرای رسیدن فرزندتون به جایی است که او خودش نخواد ببینه. برای بچه که نمیشه گفت کامپیوتر بازی نه، مهمش اینه که حالا چیکار بکنه. اون دومی موضوع منی، لطفاً یه دفعه هم سی دی های من از تولد تا 3 و 3 تا 7 و 7 تا 10 و بخش اول رو یه روی هم 65 ساعت بیشتر نیست، حالا قسمت آخرش 13 تا 19 رو نه حداقل 50 ساعت چه وقت بذارید بشنید، هزینه هم براتون نداره، بگیرید یه دفعه بشنویدش از این زره بینید. اونا رو میگیرم با هم دیگه بشنویم نمیشنویم، خیلی ممنون. اونم سلام میخواییم میذاریم توی خونه، متاسفانه نمی کنیم این کار رو، به خاطر اینکه همون شنیدنش هم آقای دوست عزیزم نکنید. آخه نکنید، شما بخواید دنبال سرامیک نباشید، شما بچه تون داره داغون میشه، عوض پادرتون هم میاره پوستتون رو میکنه، زندگیتون رو به هم میرزه عزیز. خطره با نمیدونم چرا دارید حرفای دیگه میزه، اصلا ایشون نمیاد دکتر، شما برید دکتر، ایشون نمیشنوه نشنوه شما بشنوید، اقلا یکی تو شما ستا سالم در بیاد که بتونه به بچه کمک کنه. برای جدی بگیرید عزیز، و الا 4 سال دیگه اون وقت باید تلفن میکنید تو اداره پلیس و زندان و اینا ما دنبالش کار دسته کنید. بله همسرم میخواستم با شما صحبت کنن، اگر که روی خط باشید. من نمیدونستم اصلا خوشن روی خط باشید. شنگان عجبند بعد از چند پیام با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید، با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، با ایشون یا همسرشون گفتگوی رو ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر. سلام، بفرمایید. وقت دادیم به ما. خواهش میکنم، بفرمایید. آقای دکتر، من حرفای شما رو با خانممو شنیدم و تا مقداریشو قبول دارم، تا اون حدودی که ایشون فرمودن، ولی بعضی نقطه هایی که خانمم همیشه میگه متاسفانه من قبولش ندارم. و ما حدود 3 سالم تراپی رفتیم، هفته دو روز رفتیم، هفته یه روز رفتیم، خیلی اون بکنم حدود 100 جلسه تا حالا ما تراپی رفتیم و تا به ها 3 تا تراپیست جداگانه ای هم داشتیم و هر 3 تای این تراپیست هایی که تو همین اورنج کمپی هستن، اسمشون هم نمیبرم، حرفی که به من زدن یا به خود ایشون زدن، گفتن خانم شما، یعنی خانم من، یه شخصیت خیلی ضعیفی دارن، اعتماد به نفسشون خیلی پایینه و خیلی هم ترس دارن از یه کار جدیدی رو انجام بدن و در واقع همون حرفی که ایشون گفتن، چند دفعه به من گفتن این شخصیت اینه و باید تو خیلی، یعنی من باید خیلی آروم و یواش یواش اکسپکتیشن هم از این داشته باشم، یا مثلا کارهایی که میخواد بکنی بیبی ست برداره، نمیشه. مثلا چند تا مثالش رو بهتون بدن. نه اونا نمیخواب، آخه بحث بران اون نیست. ببینید عزیز، اصلا فرض بر این میگیریم که وضعیت و حال همسر شما 5 برابر بدتر از اون چیزیست که الان شما فرمودید. مشکل ما الان فرزند شماست. درباره پرورش و تعلیم تربیت او که قرار نبوده شما با هم بحثی داشته باشید و اون دوستان هم قرار بوده توجه و تاکیدشون روی اون میذاشتن و مسئله اونجا روشنه که فرزند شما چه کارهایی باید باشه، شما 2 نفر میکردید یا نمیکردید، اونجا چرا کار خرابه؟ اونجا هم خب مقدار زیادش هم میتونیم بگیم تقصیر خود ما هستش. این بچه رو ما از بچگی خیلی ضعیف بزرگش کردیم، مخصوصا اون موقع که خیلی کوچیک بود، خیلی اینو ناز و نوزش رو میکشیدن، یعنی این که ای داد این اینجوری شد، ای داد این ولی رفت و اونجوری شد، یه کارایی، یه حرفایی رو زده میشد که مثلا از این بچه‌ها. نه من بس اون نیست. نه نرید اونجا عزیز. ببینید این کمکتون نمیکنه، منم نمیکنم. حرفم این است که چرا شما 2 نفر نیومدید بگید. الان من بحثم اونجاست، برای که همون کاری که با اونا میکنید با من نکنید. چرا این بچه دقیقاً دوست خوب در ورزش نداره؟ چرا پدر و مادر نتونستن که کار بسیار ساده‌ای از 2-3 سالگی تا الان که 10 سالشه، 7 ساله یا الان کاملا زندگی او رو تغییر بدن در مسیری که اون بچه تو راهی بیفته که بتونه آدم خاطرش آسوده باشه، حداقل سالم بار میاد؟ چرا باید صبح تو غروب درگیر بازی کامپیوتری باشه، با دوستاش بازی کنه و از خونه نخواد بره بیرون؟ یه دلیلش که من میتونم بگم برای اینکه مادر خب من میرم سر کار، میرم از صبح ساعت 7 میرم ساعت 6:30 بعد از ظهر برمیگشتم خونه، مادرش تو خونه بود و این بچه با مادرش بودش و متاسفانه به نظر من هیچ دوستی ایشون ندارن، نه مادرش داره نه میره، با همش میگه که با دوست خوب پیدا بکنی، ولی وقتی میره بچه رو هم مدرسه برداره، من 1-2 دفعه که من میرم میبینم که مثلا خب این مادرهایی که میرن بچه هاشون رو ور میدارن اونجا وایستادن 10-15 دقیقه زودتر، دارن با هم دیگه گپ میزنن، صحبت میکنن، آشنا میشن و فلان، ولی متاسفانه خانم من اصلا این کارا رو نمیکنه. منم ای بهش میگم آخه من که نیستم برم با اون خانوما صحبت بکنم، اونجا 90%شون مادرها میان بچه‌ها رو، خب تو برو باهاشون صحبت کن ببین کدومشون خوبه، دوست باهاشون بشو که ما هم با بچه‌های اونا دوست بشیم، یعنی بچه ما هم با بچه‌های اونا دوست بشه، دعوتش کنیم به خونه یا بریم اینطوری. ولی متاسفانه هیچ کدوم از هر کی رو اونجا میبینی متاسفانه یه چیزی روش میذاره که این اینجوریه اون اونجوریه، هیچ دوستی رو در واقع نداره. این یه دونه اشکال به نظر من خیلی بزرگیه که
خانم من فقط یه دونه دوست داره که از دانشگاه از بچگی باش دوست بوده، اونم تو کانادا تلفنی باهاش صحبت میکنه. توی امریکا الان 10 سال اینجا هستن، توی دور ور همسایه ما یا تو مدرسه با هیچ کسی یه دوست صمیمی باشه نداره. اینه وقتی بهش میگیم خیلی ناراحت میشه. میگم خب باید به تو اقلا وقت تو نمیتونی این کارو بکنی، خب بچه هم نمیتونه بکنه دیگه. بچه هم میاد میره دنبال اون گیمی که میخواد و اینا میکنه. راجبه اینی که کامپیوتر جلوش گذاشتین، خب من آره بعد یه بار مثلا عصبانی شدم بهش گفتم دیگه نمیتونی کامپیوتر داشته باشی، یه روز تایم آت بهش دادم. بعد دوباره هم فردا شروع شد، مثلا میخواییم ببریم اسمشو مینویسیم برای شاکر ببره، یه روز در میون میبرنش. خب من که نیستم اینجا، من سر کار هستم، من که نمیتونم از سر کار آفمو بگیرم بیام اینجا بچه رو بردارم ببرم سر ساکر. خب این کارا رو اینا رو به خانومم میگم، همش میندازه تفسیر من، نمیدونم تو عصبانی میشی، تو اینجوری میشی. ولیشش اون زیاد خوب نیستش اصلا، not really happy به قول امریکایی ها. ببینید عزیز، سب کنید، من اون چرا که از شما میشنوم و از ایشون شنیدم مطلب غیر عادی نیست، فقط راه و مسیر غلط است و بد و الا چیزی نیست که با اون حد اقلایی که از صحبت شما و ایشون میشه به دست آورد نشه به یه نتیجه رسید. یه زمانی هست که خودتون دارید خوب زندگی نمی کنید، خودتون خوشحال و راحت و راضی نیستید، خب اون موضوع مهمی هست ولی به دو تا آدم بزرگسال مرتبطه. ولی شما اینجا در حق فرزندتون به گونه ای که گفتید که کاملا برای من قابل فهمه نمیتونید عمل کنید، یعنی شما باید بپذیرید یک کمی تو شرایط از نظر من امرجنسی هستید، یعنی الان متوجه نیستید، ولی منی که هزاران از این بچه ها و جوان ها رو دیدم و بعدن با مسائل و مشکلاتشون رو گرفتم، از همین جا آغاز میشه و متاسفانه به همین صورتی که ظاهرش خطری ضرری نداره ولی درست مثل آدمیست که هیچ حرکتی نکنه، حتی لاستیک اتومبیل رو تکون نده، خب بعدش حتی لاستیک رو هم میپوسونه و میترکونه، چه رسه به اینکه ازش فایده ببره. به هر حال من معتقدم کسی هم که الان، یعنی اولا بس حضرتون به صورت جدی خواهش میکنم برای که برای من مهمه یه وقتی بگذاری جدا، چون به نظر میسته با هم نه، این سی دی ها اولا فعلا میتونید 7 تا 13 سالگی رو بشنوید برای که این الان 10 سالشه، ولی لطفا برگردید برای که من فکر میکنم اهمیت موضوع که چند روزه میتونید مفید و سازنده باشید رو باید بپذارید، هنوز اصلا دیر نشده، یعنی کاملا فرزند شما هر اندازم که تو این زمینه ها به بیراه رفت باشه، راه بدی نرفته ولی به بیراه رفته که سر از جای بدی در میاره، توان ادارهش رو دارید ولی به طریق درست، نه به طریق زور، نه به طریق خشم، چون اون اصلا کار نمیکنه، اون فقط او رو بدتر و بدتر میکنه و از پا در میاره و ضمناً احتیاج به کمک فعلا در جهت بچه دارید، چون شما اگر بتونید به فرزندتون کمک کنید و ضمناً در مورد او به یه توافقی برسید و نسبتاً از رفتار و حالات او ظرف چند ماه آینده راضی باشید، خودتونم رابطه بهتری پیدا می کنید و نیمی از این گرفتاری هایی که بر می گرده به نگرانی آشکار و پنهان شما راجع به بچه هم هست ازتون از بین میره. ولی احتیاج به کسی دارید که یکم بیش از این بتونه کمک کنه، در خصوص بچه‌هام، برای که خودتون بدونید چه خبره، به جای اینکه یه عالمه پول بدید حالا که شما 100 ساعت رفتید، لطف کنید یه 40-45 ساعت هم حرفای منو بشنوید، کار ساده ای هم نیست چون قرار نیست کاری براش بکنید، بشنوید، اگه دلتون خواست یه قلم کاغذم داشته باشید، یه چیزای کوچیکی برق از قول لازمه یا یه جایی که مهمه، فرض کنید در جهت تشویق و تنبیه، چون امروز مکانیزمی که چگونه میشه آدمی رو به کار باداشت و از کاری بازداشت رو میشناسید، اون قسمت رو تو بخش اوله توی فلسفه و هدف هاست برای که مال همه پدر و مادر است، لطفا اون رو اقلا بشنوید، یعنی اول 7 تا 13 رو بشنوید برای که الان کار الانتونه، بعد بخش اول که مال همه پدر و مادر است، بعد اگر فرصت شد که امیدوارم بشه تولد تا 3 از 3 تا 7، نه به خاطر گذشته، به خاطر اینکه ببینید کجا چی کار کردید، حتی با توجه به حرفایی که خودتون میزنید اون برای خودتون هم میتونه به نوعی مهم باشه که ببینید چه گذشته، و الا
وقتی که تلف شده در آینده چند برابر میشه. فرزندتون اگر بیفته توی یه مسیری که به راه نباشه و به چاه باشه، شما رو از پا در میاره. این ثمره زندگی شماست به هر حال، با توجه که آنچه بر شما گذشته. و دلم میخواد موضوع جدی بگیرید عزیز، یعنی این یه احتمال 80-90% داره که زندگی شما رو از هم بپاشه. نمیخوام بگم 100%، ولی 80-90% است. در حالی که اونم داره بی خودی اینجا قربانی کمدانی و به هر حال عدم تناسب شما دوتا شاید با هم باشه، چون اون گونه که خانم هم اشاره کردن خیلی ازدواجی بوده که همین جوری شده که قرار نبوده با توجه به شرایط سنی شما این گونه میشده، ولی حالا اون شده و گذشته. و بعدم راجع به گذشتهتون چیزی نمیدونم، ولی لطفاً مسئولیت بچه رو بپذیرید. الان من از شما چیز سنگینی نمیخوام. یه 40 ساعت وقت گذاشتن برای شنیدن یه مقدار سیدیه، یه وقتی بذارید ظرف یک ماه آینده، مثلا تعطیلات هم هست، اذیتتون نمیکنه، چون کاری هم قرار نیست براش بکنید. لطفاً بشنویدش و اگر چیز خاصی بود میتونید علامت بذارید، بگید که همسرتونم و ایشون هم اگر چیزی دید به شما بگید که نگاهی بهش بکنید. این شماره یک. و دوم اینکه ببینید یک کسی که باش راحت تر بودید، ولی فعلا برید سراغ بچه عزیز. اگر شما ظرف 6 ماه آینده فرزند رو به راه بیارید و تابستون که شروع میشه خاطرتون هسته باشه او تو زمینای ورزشی داره سگ دو میزنه، اون موقع زندگی رو بردید. این ای بسا 90% زندگی شماست. ولی اگر اونجا آسیب ببینه فرزندتون از پا در بیاد، و چون اینا اعتیادا به دنبالش اعتیادای بدتر داره، الان کاملا به عنوان اعتیادی برابر هروئین و کوکائین ما این ماجرای بازی ها رو میشناسیم، اونم به گونه ای که در آوردن که بسیار از آدمای متخصص میلیون ها دلار، صدها میلیون دلار خرج این بازی ها و گیم ها و فروشش و تبلیغش میکنن، برای اینکه سود میلیاردی داره. و متاسفانه این گرفتاری است که بچه های امروز، مخصوصا اگر فرزند شما مثل این یه دونه پسری که داری تک باشه، خطری است که اونا رو تهدید میکنه، برای اینکه میتونه ظاهرا دوست ولی واقعا بدترین دشمنشون باشه. من با آخر وقتم هستم، واقعا حرف دیگه ای ندارم. من فقط ازتون میخوام بگذارید موضوعی شخصیتون کنار، شما یه وظیفه نجات فرزندتون رو دارید، اون رو انجام بدید. حالا با هم ساختید نساختید، از هم خوشتون میاد بدتون میاد، خوشحال هستید نیستید، اصلا موضوع من نیست، برای من اصلا اون اهمیتی نداره. تأثیر بد و منفیش رو میدونم، ولی من میخوام توجه و تاکید رو بذارید روی سلامت فرزند. کسی هم درباره دو چیز صحبت نکنه، یکی لطفاً درباره عقاید خودتون که درست و غلط چیه، لطفاً بیاد تعقیب کنید آنچه که علمی و واقعی است، و دوم که کی چیکار کرده که اشتباه کرده. بپذیرید هر دو اشتباه کردیم، حتی اگر به دیگری اجازه دادیم اون کارو بکنه، ما اشتباه کردیم که به او اجازه دادیم. پس هر دوتا مسئولیت مشترکش رو میپذیریم. ما بچه رو به اینجا رسوندیم، حالا میخواییم درستش کنیم و همین. و بعدم تو این زمینه عقیده و نظر فردی و شخصیمونم میگذاریم کنار، میخواییم ببینیم که راه درستش چیه. اگر شما که میتونید ظرف 6 ماه میتونید این فرزندتون رو بچرخونید خاطرتون هسته باشه، بعدم موضوع دیگر رو خیلی راحت‌تر و بهتر میتونید حل کنید. و این نقطه اصلی توافق شماست، برای که اگر اینجا نتونید به هم نزدیک بشید و توافق کنید رو راه رو از چه تشخیص بدید، هیچ جای دیگه هم براتون ممکن نخواهد بود. من متاسفانه با آخر وقتم هستم، ولی خوشحال شدم با هر دوی شما صحبت کنم. لطفاً موضوع رو جدی بگیرید. اگرم لس آنجلس بیاید اینا سی دی ها هست، اگرم خانم فرمودن که دارن که هیچ، اگرم نمیتونید سفارش بدید از دفترمون رو براتون میفرستن، ولی به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. خیلی ممنون آقای دکتر برای وقتی که دارید. تمنون خدا نگهدار. روز خوبی داشته باشید. شنگ و نجمن، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.